سلام بر پیشوای آزادی خواهان سلام بر حسینی که خون قلبش را بخشید تا بنده های خدا را از جهل رهایی دهد سلام علیکم و رحمت الله عظام الله اجورنا و اجورکم ایام شهادت حضرت صدیقه طاهر فاطمه زهرا سلام الله علیه هاست از دهم ده تا نوزدهم جمادی الاولا دهه بزرگداشت داشت شهادت حضرت زهرا سلام الله علیه هاست فاطمیه دوم هست به روایت هفتاد روز دوری از تفرقه و تفرقه افکنان برای هدف مهم رسیدن به حق و حقیقت و اجرا شدن حق است این در حالی است که برخی افراد و گروهها با دستاویز قرار دادن مفهوم دوری از تفرقه به معترضین و منتقدین نسبت به افراد حتاک و منحرف عقیدتی حمله می کنند و برچسب تفرقه افکن به منتقدین می زنند. این افراد یا نسبت به معنا و مفهوم تفرق افکنی جهل دارند یا مغرزانه و با هدف دور کردن مردم از حقیقت منتقدان را تفرق افکن معرفی می کنند حالان که انتقاد و دوری از تفرقه برای هدف مهم رسیدن به حق و حقیقت می باشد بیننده های محترم در شامگاه چهارشنبه 24 م ماه 1400 و در 838 مین قسمت از پخش زنده هشت سوژه از شما میپرسم چرا انتقاد و اعتراض به حتاکی و تحریف تاریخ تفرقه افکنی قلم داد می شود؟ بله، های محترم از جوار حرم متحر و مقدس حضرت عبا عبدالله الحسین و برادر با وفاشون قمر مونیر بنی هاشم حضرت اول عبا فضلالعباس علیه السلام با پخش زنده‌ای دیگر از برنامه هشتک سوژه در خدمت شما گرامیان هستیم رسالت شبکه امام حسین علیه السلام و به ویژه برنامه هشتک سوژه روشنگری و افشاگری هست و در راه این رسالت نه اینکه شبکه امام حسین علیه السلام بلکه هیچ شیعه ای و هیچ یک از پیروان اسلام راستین اسلام واقعی در راه روشنگری و افشاگری کوتاه نخواهند آمد هرچند انگ و برچسب زدن ها از طرف مخالفین بیشتر شود هرچند بیشتر کینه های درونی خودشون رو به عناوین مختلف ابراز و اظهار کنند و دشمنی های خودشون رو بیشتر کنند هرچند آزار و اذیت های آنها فراوان شود رسالت ما روشنگری و افشاگری هست اینکه هر کسی انتقادی بکند نسبت به حتاکان و کسانی که تاریخ رو منحرف می کنند تفرق افکن نامیده شود خب ترفند جدیدی نیست میشه گفت نخنما شده در طول تاریخ این سیره و این روش همه مخالفین و دشمنان شیعیان بوده فکت های بسیار فراوانی در این زمینه در تاریخ ثبت شده از همان ابتدای صدر اسلام تا کنون خب طبیعتا در هر دوره و زمانی نوع ادبیاتشون تغییر میکنه حالا به نحوی آپدیت میشه ولی اصل ماجرا همان سبک و سیاق و همان روش هست که سلف آنها داشته همان سبکی که اهل سقیفه داشتند سران سقیفه داشتند همان سبکی که منافقین از اصحاب پیامبر خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله داشتند همان سبکی که ابابکر داشت عمر ابن الخطاب داشت عثمان داشت معاویه داشت همان سبکی که تمام حکمرانان و زمامداران بنی امیه و بنی عباس داشتند و پیروانشان تا به امروز همان سبک و روش رو ادامه میدهند و چیزی نیست این مطلب جز جهالت آنها یا انادورزی مغرزانه آنها کسی که در جایگاه مولوی و مفتی برای اهل تسنن قرار می گیرد مخالفین خودش را چرا تفرق افکن خطاب می کند یا نسبت به واژه و مفهوم تفرق افکنی و تفرق افکن بی اطلاع است و جهل دارد یا اینکه نه عالم است به این مفهوم ولی مغرزانه و متعمدانه برای دور کردن افکار عمومی از حقیقت به این سیره و این سبک سلف خود عمل می کند خدمتتون عرض کنم که برای اون دسته از افرادی که شاید ناآگاه باشند و جاهل باشند نسبت به مفهوم انتقاد و مفهوم تفرق افکنی عرض می کنم که وقتی به کتب لغت مراجعه کنیم می بینیم که انتقاد از ماده نقد هست و معانی مختلفی برای انتقاد در کتب لغت بیان می کنند برخی گفتند انتقاد به معنای عیبیابی و جدا کردن خوب از بد است کسی حرفی زده است کاری انجام داده است فعلی از او سر زده است شخص یا اشخاصی نسبت به حرف او یا عمل کرده او انتقاد می کنند یعنی سخنان بد و ناشایست او را بیان می کنند بولد می کنند خب همه واجه شناسان و کتب لغت این معنا و مفهوم را برای انتقاد بیان کردهاند. لغتنامه ده خدا میگوید انتقاد عبارت است از بیرون کردن درهمهای ناصره از میان درهمها و آشکار کردن عیب از میان گفته ها پس اگر یه شخصی به نام کسی که در جایگاه مولوی و مفتی اهل تسنن قرار دارد و سخنی از دهان او خارج می شود و شیعیان حیدر کرار امیر علی علیه السلام سخن او را نقد می کنند به معنای این است که آن سخنی که اشتباه بوده از میان سخنان او این اشتباه رو بلد می کنند آشکار می کنند که حقیقت روشن شود ابتدای برنامه ارز کردم هدف از انتقاد روشن شدن حقیقت است و اساسا هدف از دوری از تفرق افکنی نیز روشن شدن حقیقت است و حال آنکه این گونه افراد بدون اینکه بحثی علمی بیان ارائه بدهند منتقدین خود را تفرق افکن قلم داد می کنند و سال امشب ما این هست که نه فقط مولوی گرگیج بلکه 1400 سال است مولوی ها و مفتی های اهل تسنن شیعیان رو تفرق افکن خطاب می کنند و اصولا مخالفین خودشون رو تفرق افکن انوان می کنند و تعریف می کنند سوال ما این هست چرا انتقاد و اعتراض به حتاکی و تحریف تاریخ تفرق افکنی قلم داد می شود هدفشون چی از این کار؟ چرا به جای بحث علمی در مقابل منتقدین خودشون برچسب میزنند؟ این سیره و روش چه کسانی هست و با چه هدفی انجام می شود ؟ چرا از بحث علمی همیشه فراری بوده و هستند؟ چرا ؟ بنده در برنامه قسمت قبل هشتک سوژه در قسمت 837 روز دوشنبه، مباحث علمی و تاریخی ارائه کردم در انتقاد و واکنش به سخنان آقای مولوی گرگیج آیا کسی پاسخی علمی شنید از ایشان در پاسخ به انتقاد شبکه امام حسین علیه السلام و دیگر منتقدین هزار نفر هزاران نفر از شیعیان حیدر کرار که قلبشون جریه دار شد به واسطه حتاکی این آقای آقا گرگیج در مقابل جریه دار کردن قلوب شیعیان و برچسب زدن تفرق افکنی به چه معنا و مفهومیه؟ چرا بحث علمی نمی کنید؟ چرا پاسخ علمی نمی دهید؟ این معنای لغوی انتقاد که خدمتتون عرض کردم و در اصطلاح هم انتقاد رو این گونه تعریف می کنند که تجزیه و تحلیل و ارزیابی همان کاری که در قسمت قبل در برنامه هشتک زوجه بنده انجام دادم در خدمت شما راستی آزمایی کردیم سخنان آقا گرگیج رو تحلیل و بررسی و ارزیابی کردیم اسم ما میشه تفرق افکن کسی که در آستانه دهه فاطمیه به مقدسات شیعه اهانت می کند و بزرگترین حتی رو بر زبان جاری می کند کی که در طول تاریخ 1400 ساله هیچ یک از خبیسترین سران سقیفه از خبیسترین افراد بنی امیه از خبیسترین افراد بنی عباس از حرامزاده ترین دشمنان اهل بیت اسمت و تهارت علیه مسلم چنین حتاکی رو جرأت نکرده بودند بر زبان جاری کنند در آستانه دهه فاطمیه و ازای آل الله و اینکه شیعیان ازادار حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هستند چنین حتاکی بشود و قلب میلیون ها شیعه جریه دار شود حالا شیعیان که انتقاد میکنند و اعتراض میکنند به این حد تاکی شیعیان میشن تفرقه افکن طبق چه ملاکی با چه خط کشی اندازه گیری میکنید تفرقه افکنی رو و ما اینجا هستیم برای روشنگری خدمت بیننده های محترم شبکه امام حسین علیه السلام عرض خواهم کرد در برنامه امشب که معنا و مفهوم انتقاد چیست معنا و مفهوم تفرق افکنی چیست و معنا و مفهوم وحدت چیست دشمنان اهل بیت علیه السلام در طول این 1400 سال دنبال چه هدفی بودند از وحدت چه وحدتی را تعریف کردند و ابداع کردند و بدعت گذاری کردند در دین اسلام به نام دین و به نام اسلام و وحدتی را تعریف کردند به عنوان بدعت و وحدت از دیدگاه اسلام راستین اسلام واقعی چیست؟ وحدت از دیدگاه پیامبر خاتم الانبیا چیست؟ وحدت از دیدگاه اهل بیت اسمت و تهارت علیهم من... علیه السلام چیست؟ اینها رو خدمتتون امشب عرض خواهم کرد تا همگان متوجه شوند در این روشنگری که کسانی که منتقدین و معترضین به حتاکان رو تفرق افکن خطاب می کنند دنبال چه مقاصدی هستند بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام خدمت بینندگان و عوامل محترم شبکه مقدس آقا امام حسین از آنزایی که اکثر منتقدین و معترضین به حتاجی و تحریف تاریخ صرفاً هیچ دستاورد دنیایی ندارند و در سایه ایمان محکم صرفا به خاطر دفاع از ارزش های دینی و حرمت به پیامبر و اهل بیت پیامبر انتقاد می کنند آنهایی که مارک تفریق افرج... افجنه می زنند می دانند که این انتقاد مقدمه روشنجری و بیداری پیروان آنها می باشد و نهایتا این بیداری به قیام و اعتراض عمومی علیه آنان تبدیل می شود لذا از این زنیان سخت در حراسند و به هر قیمتی که باشد حتی ریختن خون انسانهای بیگناه از این انتقادها جلوگیری جلو می میکنند در حقیقت میدانند دنیایشان که تا حالا تأمین میشد از این به بعد دیگر از غفلت غافلان نمی توانند سوء استفاده کنند اما این اخلاق رزیله یک مسئله نوظهور نمی باشد حتی در زمان شهادت حضرت پیامبر غاصبان خلافت از اعتراض صحابه مخلص چه امیر المومنین را خلیفه بلافصل پیامبر می دانستند و در غدیر بیعت کرده بودند سخت نجران بودند و هر یک از معترضین را به نحوی از میان چه صد ها نابودند برداشتند و این یک الگو برای حکومت های خودکامه و دیکتاتور امروزی تبدیل شده است و در واقع از اصلاف غاصبان زمان صدر اسلام تبریت می کنند. با تشکر خدا نجهدار. تشکر می از آقای محمد علی که از تبریز نظر خودشون رو به صورت پیام صوتی ارسال کردند. و شما بیننده های محترم و گرامی هم میتونید از طریق تماس با شماره برنامه هشتک زوجه که زیر نمیز شده از طریق تلفن یا واتساپ تماس بگیرید و نظر خودتون رو بیان کنید یا اینکه پیام صوتی ارسال کنید خدمتون ارز کنم که وحدت و تفرقه از مفاهیم بسیار بسیار مهم هست در دین اسلام که متاسفانه مانند بسیاری دیگر از مفاهیم دستاویز دشمنان قرار گرفته و حالا در طول تاریخ 1400 ساله 14 قرن گذشته تا کنون بسیاری از حکومت ها بسیاری از افراد بسیاری از گروه ها شیعیان رو با متهم کردن به تفرق افکنی و انگو شسب زدن به شیعیان شکنجه کردن زندانی کردند، به زندان افکندن اعدام کردند، سر از بدنشون جدا کردند. چرا؟ چون اینها تفرق افکن هستند اساسا مفهوم تفرق افکنی رو خودشون تعریف جدیدی براش بیان می کنند به تعبیر این افراد و این گروه ها تفرق افکن کسی است که خلاف صحبتشون حرفی بزند دقت کردید؟ نمونه های فراوان همین الان در ذهن شما هم تدائی میشه مصادیق فراوانیش چرا شیعه رو تفرق افکن میگن؟ چون برخلاف حرف اونها حرفی میزند شیعه چون شیعه حقیقت رو بیان میکند چون شیعه حقیقت رو کتمان نمی کند سانسور نمی کند تاریخ رو تحریف نمی کند لذا میگویند که اون وحدتی که ما با دروغ های خودمون و با تحریف تاریخ قصد داشتیم برای مردم ایجاد کنیم شما این وحدت رو برهم زدید شما تفرق افکن هستید که در برنامه گذشته یک نمونهش رو فقط سخنان آقای آقا گرگیج رو پنجش مورد از دروغ های ایشان و تحریف های تاریخی و حتی هاشون رو عرض کردم پس میان تعریفی از تفرق افکنی و تعریفی از وحدت ابداع می کنند و طبق تعریف خود ساخته خودشون حکم صادر می کنند و متاسفانه اهمیت مطلب اینجاست که این تعریف تفرق افکنی و این تعریف وحدت رو به نام دین به مردم ارائه می کنند که وقتی به مبانی دینی مراجعه می کنیم به قرآن کریم مراجعه می به روایات اهل بیت اسمت و تهارت علیه مسلم مراجعه می کنیم می بینیم که هیچ همخانی ندارد تعریفی که آنها ابداع کرده اند از تفرق افکنی و وحدت با تعریفی که دین اسلام راستین اسلام واقعی اسلام علوی از تفرق افکنی و از وحدت ارائه کرده است حالا خدمتتون عرض خواهم کرد که دین میگوید هدف از دوری از تفرق رسیدن به حق است رسیدن به حقیقت است این آقایون چی کار میکنن؟ برای اینکه مردم حقیقت رو متوجه نشوند مخالفین خودشون رو و منتقدین خودشون رو تفرق افکن معرفی می کنند. برای دور کردن از حقیقت عرض کردم افتدایی برنامه این مفهوم تفرق افکنی دستاویزی است برای این آقایون که به اهداف سیاسی خودشون دست پیدا کنند دستاویز شده بنده ارز می کنم در برنامه امشب مفهوم تفرقه افکنی از نگاه اسلام واقعی اسلام علوی چیست مفهوم وحدت از نگاه اسلام واقعی و اسلام علوی چیست و آقایون هم اگر پاسخ علمی دارند، اگر دو مرتبه انگو برچسب نمیزنند، اگر دو مرتبه اون صحبت های ناروا رو نمی کنند آقایون هم پاسخ علمی بدهند از دیدگاه اهل تسنن تفرقه افکنی چیست؟ از دیدگاه اهل تسنن وحدت چیست چه فکتی دارند براش ارائه کنند غیر از تعریف های خود ساخته حکومت ها و بدعتی که در دین ایجاد کردند، به نام دین وحدتی جدید تعریف کردند آیا میتونن رفرنسی بدهند از احادیث پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و دیگر آموزه های دینی و از آیات قرآن برای این تعاریفی که برای تفرق افکنی و وحدت ارائه کرده اند چیزی میتونن ارائه کنند فکتی، سندی، منتظریم حتی در همین برنامه اگر کسی هست از مولوی ها و مفتی های اهل تسنن میتونه تماس بگیره و روشنگری کنه برای بیننده های محترم شبکه امام حسین علیه السلام میلیون ها بیننده قضاوت خواهند کرد که کدام کلام صحیح است کدام کلام مطابق با آیات قرآن و روایات اهل بیت علیه السلام است و کدام کلام برای فریب افکار عمومی بر زبان رانده می شود پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دهها حدیث و فرمایش معنا و مفهوم واقعی وحدت و تفرقه رو بیان کرده اند که در کتب اهل تسنن که به نام سهاه نامگذاری شده این احادیث ذکر شده من یک بار دیگر دعوت می کنم جوانان اهل تسنن رو به مطالعه حداقل کتب خودشون کتبی که نزد اهل تسنن معتبر و موثق است و به نام سهاه نزد اونها مشهور است حداقل این کتاب ها رو مطالعه بفرمایید جوانان اهل تسنن ده ها فرمایش از پیامبر خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله که میفرمایند علی مع الحق والحق مع علی یدور و حیث ما دار ده ها حدیث با چنین الفاظی راجع به حق و حقیقت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله علی دارند که حق همان است که علی ابن ابی طالب میگوید حق همان جاست که علی ابن ابی طالب باشد هر جا علی باشد حق و حقیقت آنجاست یدور و حیث ما دار یا فرمایش های دیگری با این عبارات اللهم ادر الحق مع علی حیث و ما دار نه اینکه علی ابن ابی طالب سلام الله و و علیه به دنبال حقیقت باشد نه حقیقت به دنبال منبع خود علی ابن ابی طالب است یک بار دیگه این فرمایش پیامبر خدا رو عرض کنم خدمتتون اللهم ادر الحق مع علی حیث ما دار در معتبرترین کتب اهل تسنن هم ذکر شده و صدها حدیث از این نوع فرمایش پیامبر خدا صلی الله علیه و آله پس هدف از دوری از تفرقه رسیدن به حق و حقیقت است حق و حقیقت چیست علی ابن ابی طالب علیه السلام جوانان اهل تسنن مطالعه کنید آگاه بشید هرچی بیشتر مطالعه کنید بیشتر به این پی میبرید که مولوی ها و مفتی های شما چقدر شما رو فریب دادند تا به حال حتی برخلاف آنچه در کتب موثق خودتان است به شما القا کردند افکار خودشون رو افکار شخصی خودشون رو القا کردند به نام دین تا اینجا این مشخص شد دیگه هدف از دوری چرا ما از تفرق افکنی دوری می کنیم چرا از تفرق افکنان بیزاریم چون دنبال حقیقت هستیم تفرق افکنان انسان ها و مردمان رو از حقیقت دور می کن. حقیقت چیست؟ حق و حقیقت یعنی مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی ابن علی طالب علیه السلام که در این باره صدها فکت هست صدها رفرنس هست صدها حدیث و روایت و مطلب علمی هست که تا همینجا من اکتفا میکنم به فراخور زمان برنامه حالا میایم سراغ این که تفرقه افکنی چیست و وحدت چیست تا اینجا حق و حقیقت مشخص شد از زبان مقدس و مبارک پیامبر خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله که خدای متعال در قرآن میفرماید ما ینتقو عن الهوا انه هو الا وحیون یوحا پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میفرمایند فانتم اهل البیت اهل الله عز وجل الذين بهم تمت النعمه واجتمعت الفرقه وتلفت الكلمه خوب دقت بفرمایید و همین عبارات فرمایش پیامبر خدا رو در کتاب های خودتون جوانان اهل در کتاب های خودتون سرچ کنید ببینید تعریف پیامبر خاتم الانبیا از تفرق افکنی و از وحدت چیست؟ و ببینید مولوی ها و مفتی های شما چگونه شما رو فریب میدهند با تعاریف خودساخته ای از تفرق افکنی و از وحدت که هیچ همخانی و ارتباطی با فرمایش پیامبر خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله ندارد حالا ما که داریم کمک میکنیم جوانان اهل تسنن رو حتی که به حقیقت برسند و حقیقت رو درک کنند ما تفرق افکن هستیم چرا پاسخ علمی نمیدهید به شیعه چرا فقط فحاشی میکنید چرا انگو برچست میزنید انتظار ما از شما بیش از این هست 1400 ساله که فحاشی کردید 1400 ساله که انگوبر چسب زدید 1400 ساله که شیعه را مشرک خواندید 1400 ساله که با همین تعاریف خودساخته خودتون که هیچ همخانی و همسانی با روایات پیامبر خاتم الانبیا و آنچه در معتبرترین کتاب ها نزد خودتون هست هیچ همخانی ندارد شیعه رو زبه می کنید. اما قرن بیست و یکم هست و جوانان اهل تسنن نیز مانند دیگران پویای حقیقت و جویای حقیقت هستند اکتفا نمی کنند به سخنان مولوی ها و مفتی هاشون راستی آزمایی می کنند یک زمانی بود که این گونه القا کرده بودید شما مفتی ها و مولوی ها به پیروان خودتون از اهل تسنن که هر چه ما میگوییم حق است حقیقت است و اجازه نمیدادید حتی جوانان جویای حقیقت کتب معتبر نزد خودتون رو مطالعه کنند اجازه نمید. الان دیگه اون زمان نیست الان قرن 21 اصر تکنولوژی جوانان اهل تسنن همین عبارتی که من از فرمایش پیامبر خاتم الانبیا عرض کردم رو همین الان میتونن حتی قبل از اینکه به کتاب مراجعه کنند در موبایل خودشون سرچ کنند و در معتبرترین کتابهای اهل تسنن ببینند این فرمایش رو که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله خطاب به اهل بیت اسمت و تهارت علیه مسلم که تعداد آنها محدد و مشخص است و هر کسی نمی تواند داخل اهل بیت شود اهل بیت اسمت و تهارت علیه السلام چهارده نفر هستند فقط پیامبر خاتم الانبیا خطاب به اهل بیت اسمت و تهارت علیهم السلام میفرماید فرماید فأنتم اهل البیت اهل الله عز و جل شما اهل خدایید شما اهل بیت کسانی هستید که خدای عز و جل به واسطه شما اهل بیتی که چهارده نفر هستند فقط اهل بیت بهم الذین بهم تمت النعمه سرچ کنید این روایت رو همین عبارات رو سرچ کنید به واسطه اهل بیت اسمت و تهارت است که نعمت الهی برای بندگانش تمام و کمال می شود نه به واسطه ابا بکر نه به واسطه عمر که آقا گرگیج میگوید اگر خلافت عمر ابن الخطاب را زیر سوال ببریم چنان می شود و چنان می شود این فقط شیعه نیست که خلافت عمر ابن الخطاب را قبول ندارد و با اسناد موثق تاریخی اعلام می کند که عمر ابن الخطاب ظالم است عمر ابن الخطاب قاسب است راجع به نسب عمر ابن خطاب و حرامزادگی او مطالب فراوان است در کتاب های خودتان و سهاه خودتان و معتبرترین کتاب های روایی خودتان کجا روایت هست از پیامبر خدا که فرموده باشند به واسطه ابابکر یا عمر خدا تمت نعمه به واسطه اهل بیت اسمت و تهارت علیه مسلم که چهارده نفر هستند فقط پیامبر خدا میفرماید تمت نعمه وجتمعت الفرقه و تفرقه ها و دوری ها به شمل و اجتماع میگراید به واسطه یه بار دیگه تکرار کنید با من به واسطه اهل بیت اسمت و تهارت علیه مسلام دوری ها و تفرقه ها به شمل و اجتماع تبدیل می شود نه به واسطه محبت عبابکر و عمر هیچ فکتی در سهاه سته نداریم که پیامبر خدا فرموده باشند اگر میخواهید از تفرق دور بمانید بروید به عمر ابن الخطاب یا بروید به ابو بکر یا بروید به زمامداران بنی امیه و بن عباس از اونها پیروی کنید حتی یک روایت یک مطلب یک فکت در این زمینه نداریم نمی توانید جوانان را به ویژه جوانان اهل تسنن رو فریب دهید مطالعه می کنند در کتاب ها آگاه می شوند با حقیقت آشنا می شوند اینجا کی رسوا می شه؟ اینجا کی مفتزه می شه؟ ها و مفتی هایی که 1400 سال است دروغ می گویند 1400 سال است تفرق افکنی می کنند تفرقه افکنی رو عرض کردم مردم رو از حقیقت دور کردن حقیقت یعنی علی ابن ابی طالب علیه السلام عرض کردیم مردم رو از حقیقت دور می کنند تفرقه افکنی می کنند و در آستانه دهه فاطمی امسال نیز این کار رو و این روش و سبک نخنما رو باز هم تکرار می کنند دامن میزنند به تفرقه افکنی های 1400 ساله شون عرض کردم جدید نیست اما قافلند از این مطلب که حتی جوانان اهل تسنن جویای حقیقت هستند و این مطالب رو سرچ خواهند کرد با حقیقت آشنا خواهند شد و آنگاه قضاوت خواهند کرد که سخنان چه کسی تفرق افکنیست و سخنان چه کسی برای دعوت به حق و حقیقت و روشنگری است با سلام خدمت شما و همه عوامل شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در رابطه با موضوع امشب برنامه شما خدمتتون عرض کنم که این سوال بارها و بارها برای ما هم پیش آمده که چرا در کشوری که به نام شیعه هست اهانت به مقدسات اهل سنت جرم تلقی میشه و خیلی سریع بازداشت و زندانی شدن به همراه داره ولی وقتی یه عالم اهل سنت و یا فرد دیگری به مقدسات شیعه توهین میکنه هیچ اقدامی بر علیهش نمیشه و به نام مسلحت و اینکه تفرقه افکنی ایجاد نشه میگن باید سکوت کنیم و باید وحدت مون رو با اهل سنت حفظ کنیم در حالی که چرا باید همیشه شیعه کوتاه بیاد به مقدسات شیعه توهین بشه شیعه ساکت بمونه چرا شیعه نمیتونه و نباید و اجازه نداره که در کشور شیعه خودش از مقدسات خودش دفاع کنه از نظر من سکوت در برابر این توهین ها به مقدسات شیعه فقط باعث میشه که اهل سنت بیشتر و بیشتر به حتاکی خودشون نسبت به مقدسات ما اصرار بورزند و باز همین کار قبیح خودشون رو کنند در پایان میخوام دو بیتی که در این رابطه سرودم رو تقدیم شما کنم ما شیعه هیدریم و غیرت داریم از عدوی مرتضا براعت داریم با دشمن او دست به وحدت نزنیم از روز قدیر با علی بیعت داریم جلالی هستم از استان تهران تشکر میکنم از سرکار خانم جلالی که نظر خودشون رو به صورت پیام صوتی ارسال کردن فقط یک نکته رو نسبت به سخنان ایشون عرض کنم که ایشون اشاره کردن وقتی یک شیعه ای به مقدسات اهل تسنن توهین بکند فلان می شود و فلان می شود اولا که عمر ابوبکر و عثمان هیچ تقدسی ندارند این رو بارها و بارها از کتب اهل تسنن ثابت کردیم سهاه سته و دیگر کتب روایی و موثق نزد اهل تسنن راجع به حرامزادگی عمر سخن به میان آورده اند چیزی نیست که شیعه فقط مدعی آن باشد و وقتی شیعه ای راجع به حرامزادگی عمر ابن الخطاب صحبت می کند و فکت علمی و تاریخی می دهد و روایی می دهد این رو اسمش رو نمیشه گذاشت اهانت به مقدسات اهل تسنن شیعه اهل اهانت کردن نیست شیعه وقایع رو بیان میکند یا از روایات یا از تاریخ مکتوب و صحیح بیان مطالب و وقایع تاریخی را اهانت قلم داد می کنند و پس از آن حکم صادر می کنند و شیعیان رو شکنجه می دهند و آزار می دهند و راهی زندان می کنند این رو خدمتون عرض کردم به هر حال متشکرم از این بیننده ای محترم این از روایت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله که از اصول کافی مرحوم کلینی رحمت الله علیه جلد یک صفحه 446 خدمتتون عرض کردم و در ده ها منابع اهل تسنن هم با یک سرچ ساده همین الان در موبایل خودتون میتونید بهش دسترسی پیدا کنید یک بار دیگه عرض میکنم عباراتش رو اون دسته از کسانی که میخوان بنویسن یا سرچ کنن پیامبر خدا صلی الله علیه و آله علی فرمودن فأنتم اهل البیت اهل الله عز وجل الذين بهم تمت النعمه واجتمعت الفرقه واتلفت الكلمه سرچ کنید و آگاه بشید در فرازی دیگر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیه راجع به وحدت و تفرق افکنی باز تعریف دختر پیامبر خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله رو ببینیم میفرمایند طاعتنا نظاما للمله و امامتنا امانا من الفرقه برای اتحاد و همبستگی خدای متعال راه پیروی از ما اهل بیت اسمت و تهارت را قرار داده است ولاغیر راه دیگری نیست برای رسیدن به وحدت و همبستگی و امامتنا امان من الفرقه و قبول امامت ما اهل بیت و ولایت ما اهل بیت رو تنها راه دوری از فرقه از تفرقه خدای متعال قرار داده است حالا اهل تسنن این مولوی ها و مفتی هاشون خیلی تاکید دارن که ما اهل سنت و جماعت هستیم این هم دو دروغ بسیار بزرگ هست نه اهل سنت هستند به معنای اهل سنت پیامبر بودن نه اگر تصریح کنند که روشنگری کنند تصریح کنند که نه ما منظورمون از سنت سنت عمر ابن الخطاب است قبول میکنیم تسلیم اما اگر منظور شما از سنت اهل سنت و جماعت بودند سنت پیامبر خداست که دروغی بزرگ است دو دروغ نه یک دروغ نه اهل سنت پیامبر خدا هستید نه اهل جماعت هستید مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرمایند اهل الجماعه فانا و من تبعنی و ان قلو اهل جماعت چه کسانی هستند شیعان در کرار به خود ببالید و مولوی ها مفتی ها کسانی که 1400 سال است القاب مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رو به سرقت میبرید برای عمر و برای ابو بکر صدیق و فاروق و دیگر القاب مولانا امیر المؤمنین رو به سرقت میبرید اینجا ببینید چگونه دروغ میگویند اهل سنت و جماعت و فریب میدهند مردم را امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرمایند اهل جماعت یعنی اهل وحدت جماعت یعنی تجمعی که از تفرق افکنی مانع می شود اهل جماعت معناش اینه میفرمایند انا و من تبعنی و ان قلو من من علی ابن عبی طالب و پیروان من علی ابن عبی طالب اهل جماعت و وحدت هستیم هرچند که پیروان من کم باشند و اهل الفرقه المخالفون علی و لمن تبعنی و ان کثرو و اهل تفرقه مخالفان من علی ابن عبی طالب و مخالفان پیروان من هستند هر چند تعدادشان زیاد باشد احتجاج شیخ, شیخ تبرسی جلد یک صفحه 168 و دیگر حالا منابع هم هست میتونید سرچ کنید و این مطالب را حتی در منابع اهل تسنن هم ببینید معنا و مفهوم وحدت و تفرقه رو ابداع می کنند بدعت گذاری می کنند و در نتیجه اون حکم صادر می کنند بخوانید مطالعه کنید آگاه شوید و دیگران رو آگاه کنید تشکر میکنم از همراهیتون خدا نگهدار شما یا علی